سلام، خبرهای مهمی رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 6 ژانویه سال 2015 من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی پرونده یک ساکن ناحیه وحدت شروع کرده است که در عضویت سازمان ممنوع گروه 24 متهم میشود. مقامات میگویند امیدجان صالحف اینچنین از روی پرونده های غصب حاکمیت، دعوت به اکستریمیزم و تحقیر پرزیدنت محاکمه میشود. در همین حال عضو گروه 24 شرف الدین گدایف در یک تماس تلفنی از شهر مادرید عضو این سازمان بودن صالحف را رد کرد و گفت چنین شخص در رویخط اعضای آنها وجود ندارد. در رویخط ما امیدجان صالحف چنین شخصیت وجود ندارد و امروز مقامات تاجیکستان به هر راه واسطه میخواهد که اطراف گروه 24 یک فضای را بسازد که برای وهم انداختن در جامعه تاجیکستان و دور انداختن مردم تاجیکستان از میدان سیاست است. شرف الدین گدایف میگوید تا حال از روی درخواست مقامات تاجیکستان دو عضو این سازمان در روسیه بازداشت شدند. در همین حال مقامات تاجیک میگویند از خادمان و خدمتچیان دولتی درخواست کرده اند که به هیچ صورت دعوت های همراه شوی به گروه 24 شرکت در نمایش های اعتراضی را نپذیرند و از هوشیاری کار گیرند. این نکته از زبان رهبریت اگنتی خدمت دولتی تاجیکستان صدا داد که در دوشنبه امروز یک نشست مطبوعاتی برپا کرد. من جدی سیاست و جدی دلاغوری بودن نمیشه با موقعیت نقشی که ما در طرف دلیار و هم خیلوشون در اون میتونه که رسانده باشه و خوجوی در این موضوع صحبت ها بیر میتونه. معاون اول رئیس اگنتی گریز قاسم زاده همچنین ادعاهای گروه 24 را درباره وجود کروپسیه یا خرید و فروش منصب ها در ساختارهای دولتی تاجیکستان رد کرد. در شهر دوشنبه روز 6 ژانویه تاجران بازار پنجشهر از بالاروی قیمت اجاره نقطه های سودا تخمیناً 2 ساعت اعتراض کردند. این بازار در گذشته مربوط به پنجشهر خلوف پسری جنگسالار سابق قربان چولف بود و بعدی در گذشته به اختیار امکش سلیمان چولف گذشت. تاجران بازار میگویند در صورت بالا رفتن قیمت اجاره آنها دیگر از همین مشغولیت هم دست خواهند کشید. در شرایط بالا بودن میزان بیکاری در تاجیکستان بازار و تجارت مال و کالو از مشغولیت های اصلی مردم این کشور شده است. جمعیت رستباران ناحیه فرخار از تخریب کلانترین آرامگاه مسیحیان در جنوب تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. این جمعیت حالا کم شمار در مراجعتش به مقامات ناحیه فرخار از دزدیده شدن پنجره و صلیب های فلوزین قبرها شکایت کرده میگوید دعوت های اخیری رئیس ناحیه ناشنیده مانده است. در یک ملاقاتش با نمازگزاران در عید قربان رعنا رحیمزاده از ساکنان فرخار دعوت کرده بود که خاطر گذشتگان را پاس داشته قبرهای آرامگاه مسیحیان را تخریب نکنند. جمعیت رستباران فرخار که از 5000 روس زبان نمایندگی میکند میگوید بعضی ساکنان محلی به هنگام ساختمان خانه و منزل خود به قبرستان آمده پاره های آهن و پنجره و دیوارهای فلوزین را بی‌رحمانه میکنند و با خود میبرند. در ایران یک آوازخوانی معروف آهنگهای سنتی که اشعار لایق را هم به آهنگ درآورده است از حق سفر به خارج منع شد. مجید درخشانی میگوید ساختارهای امنیتی ایران گفتند که محروم شدن او از شناسنامه سفر به خارج کشور با دلیل شرکتی زنان در گروه آوازخوانهای ماهبانو بوده است. کلیپ این گروه موسیقی که اکثر اعضایش خانم ها میباشند در سایت یوتیوب پخش شده است و به اعتماد مقامات جمهوری اسلامی برخلاف قانون های ایران هم اکنون آوازخوانی آنها را نه فقط زنها بلکه مردها هم دیده می توانند. در ایران بعد انقلاب سال 1979 اسلامی آوازخوانی زنان منع شده اجازت هنرنمایی تنها در حضور زنان تماشا می داده شده است. همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بست. پاره از هنرنمایی گروه ماهبانو، خبر و ویدیوی بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم زمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه
قابل دیدن است.